خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه دیگری از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. امروز بحث و چون هفته گذشته که من درباره لندن و شرایط زندگی در لندن صحبت کردم، بسیاری از عزیزان تماس گرفتم و خواستاری بودن که بیشتر درباره لندن صحبت کنم. این من به فکر وارداشت که اصلا برنامه ویژه‌ای با تصویر و مستند از لندن تقدیم حضورتون کنم که در واقع حق مطلب رو ادا کرده باشیم. فکر کردم خب بیایم حالا که شرایط تو ایران به این شکل شده و اروپا به هر حال داره پرچم سفید میبره بالا مقابل آمریکا و همه اخبار به نفع اونایی است که یک عمر دلنگران، دل واپس و امیدوار بودن که در ایران اتفاقاتی بیفته داره نزدیک میشه. حالا اون ایده که همیشه آیه من بحثم چیز دیگه است، من بحثم درباره یک رسانه است که بیایم خودمون رو یه محک بزنیم دیگه، بیایم تمرین کنیم. همین تلویزیون پارس رو میتونیم بگیم نقطه ثقل دموکراسی، چون من به هر حال به خاطر دوست و رفاقتی که با آقای شجری دارم بیش از دو دهه کاملا میشناسم روحیاتشو و اگر این خال زنک ها برای من نه هر برنامه میگم زنگ نزنن و هی اذیت نکنن، خود آقای شجری با کلیت این که این تصدیر باشه که پیام‌آور دموکراسی و آزادی باشه، تمام سالان سعی کرده همین رو جا بندازه. حالا من بحثم این است که خب چه اشکالی داره در تلویزیونی که مثلا آقای میبودی به عنوان یکی از برنامه‌سازان بسیار خوب با سابقه میاد آقای سازگارا رو میاره، بچه حزب‌اللهی طرفدار حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی بوده، سپاه درست کرده، همین کارا، خب میاد مقابلش حسن دایی به عنوان یک مخالف سرسخت جمهوری اسلامی میاد صحبت میکنه و یا شکلهای مختلف آدمهای مختلفی که میان و حرفاشون رو میزنه. این بحث اول هم این است که روح آزادی، روح دموکراسی همینو میخواد. حالا اگر آدم‌هایی به قول ما گفتنی زیر و رو می‌کشن، چپ و راست می‌زنن و به شور جامعه بی احترامی می‌کنن، اون فضای دیگه‌ای می‌طلبه، فضایی می‌طلبه که شاید لازم باشه ما برای اولین بار این رو امتحان کنیم. شاید من این طلایه امیدو بدم که شاید ما بتونیم از همین تلویزیون پارس با کمک برنامه سازان و خود آقای شجره فضایی درست کنیم که من کلم خود من از خودم شروع می‌کنم که اینجا نشستم حرف میزنه، تحمل اینو داشته باشم کسی دیگه بیاد بغلم بشینه، این اجازه رو بدم دو تا سه تا دیگه مخالف نظر من بیان بشینه و با هم بحث کنیم، نه فحاشی کنیم، نه تهمت بزنیم، نه دروغ بگیم، نه دعوا کنیم، نه به شور جامعه بی احترامی کنیم، مستند با هم حرف بزنیم. کمبود اساسی جامعه خارج از کشور همینه که هرگز نقطه نظرهای مختلف متنوع و حتی مخالفم بدونی که انگ و برچسب بزنن مقابل هم نمیشنن که بر اساس پاسخ و پرسش برنامه رو تهیه کنن. این مقدمه رو گفتم که بگم به هر حال ما تو این جامعه که زندگی میکنیم، من اینجا بخوام تمومش کنم و این که همین مستند میکنم حرفام رو، به همین دلیل میگم که بخوام چاخان پخان کنم به در دیوار بزنم که خب بالاخره همون که مثلا اون آخونده میشم که میرم منبر یه مزخرفاتی میگم، میرم پایین یک فساد دیگه میکنم. من نزدیک به دو ده هست، من فکر کنم من قدیمی ترین همکار تلویزیون پارسم، چون زمانی آقای شجر آقای میبودین رفتن تلویزیون آزادی و برگشتن و فلان، ولی از بعد به تأسیس تلویزیون پارس به هر حال من همیشه یکی از نفرات تیم تلویزیون پارس بودم و برنامه‌ای که تهیه کردم دادم با تمام مشکلاتی هم که همیشه با آقای شجری داشتم تو سالهای مختلف به دفعات و همین خاله زنک‌ها دیگه زنگ می‌زدن، تحریک می‌کردن، شایع می‌کردن، حرفایی می‌زدن که بعد به هر حال آقای شجری حرف آخرش با من این بود که آقا هر چی می‌خوای به هر کی بگو تو تلویزیون خودت بگو، تو تلویزیون پارس کلی هر چی می‌خوای حرفاتو بزن، اشاره به کسی نکن. و منم خب به هر حال منطقیه، دلیل نداره که من بخاطر یه برنامه‌ای بخوام یه انسانی رو
هر روزه دوچار مشکلات افرادی بکنم که اون افراد معلومه مشکلشون کجاست، ولی به هر حال مزاحم میشن حداقل. و خطا هم همین بوده، باز میگم چون شهادت نام خود آقای شجری به اون کسی که برای برنامه من مانیتور کرده دیده و اون مسئول تردان دیده و هیچی برای مهم نبوده جز منافع مردم ایران. حالا شیوه اون کسی دوست نداره اونا این بحث رو تا اینجا کردم وقتی از برنامه لغمیرم گرفتم که برسیم به اصل قضیه که برای کلی که میشه صحبت کرد، کلی میشه پرسید خب سیگنال های این که جمهوری اسلامی چگونه میاد و مخالفان خودش رو یا مخالف مشخص خودش رو دوچار بایکوت میکنه، دوچار شایع و تهمت میکنه و اونها فرصتی پیدا نمیکنن در جایی بیان حرفاشون رو بزنن و افکار جامعه رو میبره همون سمتی که خودش میخواد، یعنی میبره جایی که مثلا گروه بسیاری از عوام مثلا میگن که اگه قرارش آمریکا به ایران حمله کنه همین بهتر رژیم بمونه، طرفی خود رژیم ساخت و پرداخته است. در حداقل 10 برنامه گذشته من رو همین مسئله آمریکا صحبت کردم، خدمت شما عزیزانم گفتم، گفتم اون دوستانی که میرن بیانیه درست میکنن و آدمایی هستن که کاملا ماهیتشون معلومه و خب برای خود من دردناک بود که اسم عزیزی مثل آقای صیاد هم من تو اون جمع دیدم، جمعی که یا پاتوقشون رفتن اومدن ایرانه یا ایران لوندی هاشونو کردن ویزای اومدن خارج گرفتن که چگونه بازی کنه. یکی از بازی همینه، ای آقای ترامپ تو رو خدا به مردم ایران حمله نکن، این تقاضا این گدایی رو مگه آمریکا قراره به ایران حمله کنه؟ ایران آمریکا هرگز قرار نبوده تو هیچ کدوم از دولت‌های گذشته. اینا بازی زرگری بود که قدیم می‌کردن که آمریکا به ایران حمله کنه، اون موقعش هم میگفتن قرار نیست، الانش هم میگم که اصلا دیگه قرار نیست حمله کنه. نمیخوایم برگردیم 4 تا برنامه 5 تا برنامه گذشته، همین رنگارنگ رو در همین تلویزیون پارس ببینیم. من گفتم آمریکا حمله میکنه، ولی کجا؟ به سپاه فاطمیون سپاه حمله میکنه در سوریه و کرد. جای دیگه حالا مونده، حالا لبنانش مونده، عراقش مونده، سوریه هنوز تموم نشده. این سپاهی‌ها که رفته اونجا هار تورت میکردن سلیمانیان چلال پاره دنبال سوراخ موش میگردن، حالا تازه اول دعواست. ولی این دوستانی که خارج از کشورن خاک میرزن تو بازی مردم ایران، من با اینا طرفم. من روی سخنم این است که خب حلقه دارا و ندار رو بیایم تعریف کنیم. چی میشه که یه عده آدم خیلی معمولی تو جامعه بخوایم مثلا طبقه بندی کنیم درجه 3 درجه 4 یه دفعه صاحب امکاناتی وسیع میشن با رقمای 4-5 تا 100 میلیون پوندی که اینا تو عمرشون 1000 پوند واقعا براشون یه رقم سرنوشت ساز بوده، یعنی با 1000 پوند بسیار گرگورای زندگیشون رو باز میکردن در لندن. چون مرکز این تلویزیون هاست و محل زندگی منه، میتونم درباره همشون صحبت کنم، این میتونم اسم ببرم و دعوتشون کنم همینجا بیمیشنن. اگر تهمت میزنم، اگر دروغ میگم، اگر هر چیزی که اونها میگن، من حاضرم هر نوع جریمه ای رو بپذیرم. خب سیگنالش چیه؟ این همه پول جمهوری اسلامی میده که این تلویزیون ها، یکی بگه ما رو عربستانه، یکی میگه نه ما رو قبرستانه، یکی میگه ما رو ببرستانه، این شایعات مزخرف که هر کدوم اگه ادعا دارن، تازه همچنین کار خوبی هم نمی کنن. حالا من میگم مثلا چون این آدم ها چون شخصیت ضعیفی دارن، وقتی اونا اگه بهشون پول بدن، پول نخدار میدن، اون چیزی که ازشون میخوان. ولی عمل کرد این تلویزیون ها نشون میده هیچ کدوم از این تلویزیون ها تو مسیری نیستن که مثلا یک کشوری مثل عربستان بخواد. عربستان اگه به یه تلویزیون پول بده، یه تلویزیون رادیکال میخواد، یه تلویزیون تند و تیز میخواد که به کلیت رژیم بزنه، بگه رژیم باید در کلیتش بره، نه بیاد بگه نه مثلا روحانی و خاتمیش خوبن،
نمیدونم کروبیش تو آب نمک خوابیده، با موسویش دارن بیستیک بازی میکنن، منتظر روز موعودن. اپوزیسیونش احمدی نژاد، تروریست قاتلی که یکی از مأموریت‌هاش همین بود، با سعید امامی اینا کلی ترور کردن رفتن. خب ایناست که سر مردم رو کلا میذاره. من با اینا حرف دارم، من با اینا دعوا دارم، به عنوان یک کسی که به هر حال 30 سال عمرم تو این کار گذاشتم دیگه. چرا باید مثلا حمایت از یک بخشی از رژیم یک بره قضیه باشه، فوش دادن به سازمان مجاهدین خلق باید اون طرف قضیه باشه، یعنی این دوتا فاکتورهای اصلیشه، حفظ پاره تن رژیم به عنوان اپوزیسیون و در تلویزیون های مختلف، در سایت های اینترنتی جمع شدن این همه بریده و دنبریده، کسانی که مثلا 30 سال عمر خودشون و 40 سال عمر خودشون با یه سازمانی گذروندن به امید اینکه او فردا میریم ایران و چه میدونم میشیم وزیر به چاپ به چاپ، یه چیزی حتما کلاهشون بوده دیگه، طولانی شده، خسته شدن، سنشون رفته بالا، دیگه اون توان مبارزه ندارن، دنبال چیزی بودن که آخر عمری نصیبشون بوده. رژیم اومده دو دست داره بهشون میده، می آقای مجاهد خسته شده واداده بیا چی میخوای، میفرستم تو تلویزیون های مختلف ببیننت، شهوتی دیده شدن داری، من تأمین میکنم، بیا کوچارو رنگ و وارنگ میدم بپوش، پول مسافرت های رنگ و وارنگ تو میدم برو، آرزو داری یه جزه در بیاری، هر چی دلت بخواد کتاب از این ور اونور جمع کن، مزخرف کن، سرم کن، پول کتاباتو میدم چاپ کن. نمونه های زیاد هم حالا نمونه میام، دارم کلی صحبت میکنم که وارد ریز قضیه نشم، چون گفتم وقتی قراره اگر یک دموکراسی باشه هر کی حرفاشو بزنه، اینم یه حرف دیگه. چرا این تلویزیون های پر قیمت میان تمام حرفشون اینه، هیچ کدومشون نمیگن رژیم جمهوری اسلامی در کلیت بره، تنها یه تلویزیونه به نام آزادی که اونم تو تهرانه، اون داره بازی میکنه، اون میاد سخنرانی مسعود رجوی و مریم رجوی و مراسم مجاهدین رو پخش میکنه، خیلی جالبه، بعد میاد بلا فاصله یکی از این چهرهای بدنام لندن رو میاره برای اون رو پخش میکنه، بعد میره آقای رضا پهلوی رو میاره پخش میکنه، بعد میره نمیدونم مصدق رو میاره پخش میکنه، که ذهن مردم رو آشفته کنه که این تلویزیون چقدر همه چی رو پخش میکنه، همه بدونن. ولی تهش میبینید مسیجایی که میذاره، پیامایی که میده، مردم رو به آرامش دعوت میکنه، مردم رو با نیروهای امنیتی به همزیستی دعوت میکنه. خب من وظیفم به عنوان یه روزنامه نگار مگر غیر از اینه؟ عزیزانی که الان بنده رو میبینید، ببینید هر کس یه شغلی داره، شما هرگز توقع نداریم یه هندون فروش بیاد برای شما نسخه بپیشه که برین دکتر. کار هندون فروش اینه که دست به هندونه بزنه بفهم کدوم خوبه کدوم بده، کار یه جراح اینه دست به چاقو بزنه ببینه مریض چگونه باید عمل کنه. ما هم به عنوان کسانی که اومدیم قسم خوردیم که به مردم خیانت نکنیم، چون ما به عنوان چشم و گوش زبان مردم این رسالت رو داریم که وظیفه‌مون انجام بدیم، خیانت به این بسیار بدتر از اینه که آدم خیانت به زندگی خصوصیش بکنه. یعنی بنده اگه یه روز بشینم شما ببینید توی تلویزیون اینترنتی دارم با یک زن به معذرت میخوام فلانی قش ضعف میکنم و حال و فلان میکنم، این خیلی بده، خیلی زن اون شخصیت بد منو نشون میده، ولی باز شرافت داره که به یه ملتی آدم خیانت کنه. حالا اگه جفتشو با هم بکنه که دیگه واویلا. چرا؟ چون ما مسئولیم مقابل شما، ما تعهد داریم مقابل شما، ما به عنوان یک انسان ایرانی به انسانیت و به ایرانیت قسم خوردیم دروغ نگیم، سر شما کلا نذاریم، دنبال منفعت خودمون نباشیم، اگر جایزه به اون دادن با جایزه. ولی رژیم جمهوری اسلامی اتاق فکرش آگاهانه عمل کرده، اومده سراغ آدم‌های دست چندم.
حالا ممکنه وقتی این آدمای دست جمع، چون شیوه زندگی ما این در غربت همه سال اینجوری بوده، هر کسی با هر کرکتوری با هر سطح تحصیلاتی هر اندازه‌ای که بوده، اگه اندازه چی میدونم درجه یه انسان درجه 5 و 6 هم اگه بوده، اگه امکاناتی به وجود میاد، رادیوی تلویزیون مجله، همه این آدمهایی که اسم رسمی داشتن برای اینکه همت نمیخواستن خودشون بکنن وقت بذارن، میرفتن تو این رسانه ها خودشون رو مطرح میکردن چون میخواستن باشن دیگه. اون آدم ها رو ازش تعریف میکردن، تمجید میکردن، قرمز صدقه شون هم به محض اینکه اون تعطیل میشد اصلا براشون مهم نبود اون آدم بمیره زنده باشه، چون فقط به خاطر اون رسانه یا اون وسیله بود. این وسیله خب به هر حال الان شکلش عوض شده. و کوتاه کنم چون امروز میخواستم در روی چند مورد دیگه صحبت کنم، ولی گفتم بذار اول این رو یه ذره من بشکافم که برای عزیزان بگم که شما رسانه های مختلف رو نگاه کنید، ببینید سیگنال های مشخصشون که معلومه سیمشون به دکمه وصل حساب های بانکی رژیم میخوره، تزریقشون از اونجاست. همین چند تا مسئله را 80% به رژیم فوش میدن، به خامنه‌ای فوش میدن، به سپاه فوش میدن، اینقدر فوش میدن که شما یه بیننده نگران شید که اینا جونشون در خطر است. بعد با ظرافت میان یه بخش از حکومت رو میگن خوبه، مظلومه، مثلا میخواد کار کنه، میخواد ایران نجات بده. همین حرفی آقای نوریزاد، حسن دردونه کبابی که راه افتاده این همه سال رفته سوپاپ ایمنی رژیم شده، خانواده شهدا رو صداشون رو کنترل میخواست بکنه که آخر خانواده شهدا تردش کردن و آخرین پلتفرمش این بود که مردم ایران کمک کنید آقای خاتمی بیاد جای خامنه ای که ایران رو بهشت میکنه، هر آنچه که شما خواستتون آرزوتونه بهتون میده. این این چقدر آدم این نوروزاد رو جدی گرفت، چقدر آدم فلان کرد تو این رسانه ها، چقدر واسه شن روزم میکنن ها برای که سر شما رو کلا بذارن. چی شد؟ همین بازی هست دیگه. بخش از رژیم خوبه، اپوزیسیونی که به هر حال دوست و دشمن اعتقاد دارن، همه این سالها هر عقیده و مرامی داشته پوتینشو در نیورده، پای اعتقادش واسده، جونم داده، عمرش هم داده، هیچ وقت نیومده یقه کسی رو بگه من طلبکارم. این دیگران هستن که با پول پشت سر رژیم حلشون میده، برو سراغشون، چوب لا چرخشون بذار. همین خواستاش رژیم یک بعد بیاد به من رسانه دار پول بده چی میخواد؟ مگه من بارها گفتم دیگه وقتی اومدم به ما پیشنهاد کردن چی گفتن؟ من کوتاه کنم تو 2 دقیقه برای نمونه کار میخوام. همین الان یه مشتری خیلی دست به نقدی پیدا شده، میگه آقا من رنگارنگ رو اسمش رو میخرم با آرشیوش. این نمیخواستم بگم ولی برای اینکه شما بدونید داره با ما معامله میکنه، میگه آقا میخرم به یه شرط، شما هر آنچه که تو آرشیوت مجله داری، تلویزیون برنامه، هر چی داری، همه اینا رو باید بنویسی کامپلیت بدی به ما و حق استفاده نداری. خب آرشیو مجله ما، تلویزیون ما رو برای چی میخوان؟ و چرا مثلا رقم های اینجوری پیشنهاد میکنم؟ حالا من رقمش نمیگم چون اگه بیام شاید شبهه ایجاد میکنه که دارم بازارگرمی میکنم یا میخوام، ولی واقعیتش اینه که به طرف میگم خب عزیزم شما برای چی میخوای این معامله رو بکنی؟ میگه برای که اسم رنگارنگ، رنگارنگ لندن، نه رنگارنگ های تقلبی که راه افتاد که مثلا سایه بندازه رو اسم دیگه، کسی نمیتونه ادعا کنه قبل از ما رنگارنگ بوده دیگه. رنگارنگ یه اسم تازه ثبت شده در کشور انگلستانه. ولی ممکنه مثلا رژیم بخواد یه سری رنگارنگ دیگه هم راه بندازه، یه چیز بغلش بذاره، این ورش بذاره، یه ذره اون ورش بذاره و یه نوع برنامه‌ایش هم تولید کنه که بخواد مثلا شبهه ایجاد کنم با برنامه ما. ولی بحث ایشون این بود که خب بس خدا منم اعتقاد دارم رنگارنگ یه برنده. برند یعنی یه چیزی که واسه خودش ارزش پیدا کرده، قیمت پیدا کرده. 30 سال کم نیست، 3 دهه هست، یه عمره. ما پایین قضیه ایستادیم. خب مسلمه آرشیو ما آرشیو ارزشمندی است. با بسیاری از چهرهای با ارزش دنیای هنر و فرهنگ و ورزش و سیاستون صحبت کردیم که الان دیگه در قید حیات نیستن.
با کسانی صحبت کردیم، حرفایی زدن، الان چنان از اون ور پیچیدن که خب برای دیدن شما بسیار تعجب برانگیزه. مطالب 20 شماری در مجله رنگارنگ شوخی نیست، 1801 شماره مجله رنگارنگ ما چاپ کردیم، حالا غیر از تیون آزاد و هفت روز هفته و نشریات مختلف دیگه. بعد نگاه میکنیم میری تو همین لندن یه مجله میاد شماره اولشو در میاره مینویسه 1802، یعنی یه دونه از ما میری جلوتر. خب این داستان که میخوان بخرن، این خریدن ها همین جوریه دیگه، حالا یکی رو اونجوری میخرن. بعد آخر سر بهش گفتم آقا جان شما میخوای یه چیز از من بخری؟ منم فروشنده تو خریدم، اصلا در برای قیمت هنوز باید صحبت نکردم. شما میگی ما چک سفید میدیم هرچی بنویس، این آرتیست بازی ما رو فیلم های فارسیه. شما یه دلیل به من بگو که من قانشم، یه به این دلیل میخوام ما این رسانه رو بخریم. صد تا دلیل رو بود دوزا نمیه، همش دروغ گفت. تازه اومد گفت من از طرف سرمایه داری دیگه اومدم. گفتم سرمایه دارت هم بیار. هفته گذشته سرمایه دارش هم مثلا آورد، آقای تاجری که مثلا در اسپانیا و این ور اونور خرید و فروش و خونه میکنه فلان میکنه، میخواد یه رسانه اینجوری داشته باشه به خاطر اسم رنگارنگ. رو نمیدونم یه زمانی اوایل اینها لندن زندگی میکردن، این مجله از اون موقع بوده، این از اون موقع این مجله رو دوست داشتن و فلان داستانای این گونه، به خاطر عشق و علاقه دیرین از این مجله که از اون موقع براشون خاطرات خوب داشته، حالا میخوان معامله کنن. ببینی از هر دری میان تشم، حتی میگفت مثلا شما خود شما میتونید بمونین در همین فضا کار کنین، چون این ما میدونیم این مثل بچه شماست، ولی اون وقت چارچوب کار رو ما تعیین میکنیم که شما چه میتونید میگی چه نمیگی. البته اینجوری نگو، ولی حرفش اینجوری بود دیگه، زبان بی زبانی. ولی جای دیگه که چیزی ندارم بفروشن که یارو بره باشون معامله کنه. یارو میره جمع میکنه از این آدم هایی که فقط را برن، حرف بزنن، چهره داشته باشن، اونم تو سیستم پولشوری. بارها گفتم که شرکت های مختلفی در همه دنیا به خصوص در لندن که پاتوقشونه ثبت کردن، این شرکت ها علکیه، دروغکیه، به اسمای مختلف پول هنگفت نشسته رو میرزن این تو، بعد خرجش کنن بره بیرون، دوباره از اونها علکی درآمد نشونن. حالا این داستانی که بارها گفتم، یه من که از اول فقط یه برنامه بزنم رو این، یعنی درباره چیز دیگه صحبت نکنم، بگم این حکایت این. تازه اون وقت این کارهای زیاد مهمی میکنن این شرکت ها در سطح بالا، این دیگه پایناش میاد میشه مثلا این تلویزیون ها و این مجله ها و روزنامه های همه چی مجانی و اینا، دیگه تتم پولاشونه که خرج میکنن. چون وقتی قراره یارو مثلا 20 میلیارد دلار رو خرج کنه، دیگه 50 میلیونش که پولی نیست. ممکنه 5000 پوندش برای زندگی آدمایی که سالم و با شرافت زندگی میکنن خیلی پول باشه، ولی واسه آدمای دددودو یکی واسه شون 100 پوند 100 پوند بوده عروسیه. و این پولای مثل نقل و نبات و پرشون، چون لندن مرکزینه، من هرچی صحبت کنم شاید همه تصورشون بشه که میشه لس آنجلس رو در نظر گرفت. عمر لس آنجلس کوتاه شده و همین دلیل تجمع این تلویزیون های گرون قیمت تو لندنه، که اینو من در یک بحثی هفته آینده خدمتون خواهم گفت. و با سپاس که تحمل کردین، با سپاس از تلویزیون پارس، و تا هفته آینده شما رو به خدای ایران میسپارم. شاد و سرفراز باشید.
خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه دیگری از جهان ورزش از شبکه جهانی پارس خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. برنامه ها رو در دو بخش تقدیم حضورتون میکنیم. بخش اول میپردازیم به خبرهای ورزش ایران و در بخش دوم تازه ترین خبرهای فوتبال، یعنی تازه ترین از این نظر میگم که نتایجی که در باشگاه فوتبال اروپا اتفاق افتاده رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. عصر امروز دو دیدار از مسابقات باشگاه آسیا برگزار شد که در گروه دی و سی بود. در گروه دی استقلال در کویت به دیدار الهلال عربستان رفت، چون که میدونید ایران عربستان بازیاشون تو زمین همدیگه نمی کنن و توی زمین بیطرف، و کویت زمین بیطرفی بود که انتخاب شد برای این بازی. وریا غفوری مدافع استقلال که خیلی خوش می درخش این روزها، تنها گل این بازی رو به ثمر رسوند و با همین برد استقلال از 6 بازی با 12 امتیاز صدر گروه دی شد و العین امارات با 10 امتیاز دوم شد، چون به هر حال دو تیم از این مرحله میرن به مرحله حذفی بالا. در گروه سی که در تهران در استادیوم آزادی برگزار میشد، پرسپولیس مقابل الصد قطر قرار گرفت، تیمی که به هر حال ستارگان بزرگی رو مثل ژاوی رو در تیم خودش داره و بازیکن ایرانی پورعلی گنجی هم که در تیم الصد بازی میکنه. این تاریخ تیم الصد تو این 10-20 سال گذشته خب همیشه بازیکن ایرانی زیادی داشته و یه زمانی هم نادر محمدخانی در اون تیم بازی میکرد. به هر حال پرسپولیس موفق شد با تنها گلی که به ثمر رسید و بر حسب تصادف این یه گل هم پورعلی گنجی مدافع الصد قطر اشتباه وارد دروازه خودشون کرد و همین یک گل باعث شد که پرسپولیسیا از 6 بازی با 13 امتیاز صدرنشین بشن. الصد با 12 امتیاز که داشت دنبال یه مساوی میگشت که نشد، با همون 12 امتیاز دوم شد و قارچی از ازبکستان و الوصل امارات هم سوم و چهارم شدن. و جالبه که شاید به ندرت این اتفاق میفته که در 6 بازی گذشته الوصل امارات هیچ امتیازی به دست نیاورد و تنها تیمی بود که هر 6 بازیش رو با شکست پشت سر گذاشت. به هر حال دو نماینده فوتبال ایران به عنوان سرگروه به مرحله بعدی میرن و منتظر بازی فردا خواهند شد که دو گروه دیگه، یعنی A و B هم بازی کنن، که اونجا تنها ما زباهن رو داریم که سوسوی میزنه برای صعود. و برای مرحله غرب آسیا حالا نمایندگان شرق آسیا هم میان که تا به فینال برسه حالا راهی طولانی در پیشه. و اما این قسمتون شاید زیاد فوتبالی نیست، ولی اتفاقات مهمی است که شاید برای شما علاقه‌مندان ورزش هم جالب باشه هم با تأسف و در واقع دلشکستگی از این که کشور ما به دست کسانی افتاده که واقعا لیاقت اداره کردن یه قهوه خونه هم ندارن. الان شما نگاه میکنید مثلا این شامورتی بازی که راه انداختن و رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی استعفا داد و گفت تا زمانی که این شرایط مهیا نشه من دیگه بر نمیگردم، آقا ما باید چیکار کنیم، ما باید با اسرائیل کشتی بگیریم یا نگیریم، و وقت اگر نگیریم اینجوری میشه، اگر بگیریم اینجوری میشه، و این تننازی ها رو کرد، یه مدتی همه رو سر کار گذاشت و بالاخره دوباره با سلام و صلوات برش گردوندن و کسی نپرسید خب قهرمان دولتی، غلام حلقه به گوش رهبر، این بازی که تو کردی که زمین ساز بازی اصلی حکومت اسلامی باشی، که بگی به خاطر تقاضای مردم و به خاطر مردم ما تن دادیم به این که با اسرائیل هم کشتی بگیریم که میخواد تشم اینجا برسه، که اینو من الان یه ماه دو ماه تو برنامه تلویزیون پارس دارم میگم، میگم اینا همش بازیه. حالا آقای خادم تا
تازه برگشته، خوب از اون اتفاقات که چیزی نشده، فقط برشه یه نامه نوشته به شورای امنیت ملی، جایی که سالها همین روحانی رئیسش بود، که آقای شورای ملی نمیدونم حالا با کلی از این تعریف و تمجیدات دولتی که شما هستین که سیاست کلان مملکت رو علم میکنید، بل میکنید، چنا میکنید، به ما چه میفرمایید؟ ما بالاخره در کشتی بمونیم و مسابقات رو ادامه بدیم در مسابقات جهانی آسیایی و المپیک، یا اصلا بریم خونه بیایم جام گندم طلایی رو برگزار کنیم؟ و نهایت حتما دیگه شورای امنیت ملی هم به خاطر توجه خاصای مردم و دستور از رهبر بی پدر مادر یک کشوری که صاحب شده، عنایت میفرمایند، میگه حالا بریم کشتی بگیریم به خاطر مردم، به خاطر یه سری چیزای شرعی میذارن بغلش و حل میکنن، چیزی که 40 سال ده ها قهرمان پر امید به رشته های مختلف ورزش ما از رسیدن به اون چیزی که حقشون بود سالا برای تلاش کردن، ولی برای اینکه گفتن جلو اسرائیل بازی نکن مسابقات نیمه کاره رها کردن و با محرومیت هم ترشن. این دفعه من به شما گفتم سنبه پرزورتر از این است. از یک سال پیش من به شما تا امروز گفتم جمهور اسلامی اولا تا موقعی که دووم نمیاره این رژیم رفتنیه، تا زد کتا مدت هم بخواد بمونه نمیتونه دیگه مثل سابق. زنا را رانه میدیم و با این کشتی، با این اصلا کلا کشتی چه هیچ رشته ورزشی با اینا کشتی و فوتبال و والیبال بازی نمیکنیم و نمیدونم همین دولت میاد هر جور میخواد ورزش اداره میکنه، تموم شده. الان نامه ای که آقای رسول خادم نوشته که رهبر نهایتا باید حرف آخر بزنه، مثلا خب یکی نیست بپرسه که خب شما اینا رو گفتی ولی خب از مشکلاتی که این همه گفتی چرا از اونورش نمیدید؟ شما خود اومدی گفتی 400 میلیارد تومان درآمدی بوده که فدراسیون کشتی ساخته. خب این 400 میلیارد تومان خانم آقایون، 400 میلیارد تومان بابا بنویسیم این صفرها چه میتونه بشمارین؟ تازه یه سهمیه سالانه هم هست که بودجه سالانه فدراسیون دیگه، اونا فکر کنم 12 میلیونه حداقل. خب بعد پرسید که آقا شما با این پول، آقای رسول خادم که رئیس فدراسیونی، سرمربی تیم ملی، سرمربی تیم جوانانی، سرمربی فلانی، دفترداری، آبدارچی، بیاری ببری، همه کاره ای، خب چی کار کردی؟ غیر از الان ما مثلا یزدانی رو بخوام بذاریم کنار به عنوان یه ستارش مشخص کشتی جهانی، کی رو داریم؟ معرفی کنید دیگه. تازه کارخونه قهرمانسازی کشتی ایران که بیش از 60-70 ساله قهرمان تولید میکرده هر ساله، زمانی بوده کشتی ما جوری بوده که نفر اول یا سوم فرق نمیکنه، هر کدوم میرفتن با مدال طلای جهانی یا المپیک برمیگشتن، اینقدر کشتی ما پرتعداد فلان بوده. یعنی ورزشی که به اصطلاح ورزش سمبول کشتی کشور ما بود، حتی اصلا از ورزش در اومده بود، کردنش یه کمپانی دولتی همینجوری که گفتم. یه زمان اون یکی برادرش بود محمد رضا، حالا که رفته تو چه میدونم شورا و شهر و مجلس و بخوره دیگه، ولی واسه اینا از زمین و زمون میاد دیگه، چون خودشون کردن غلامان ولی فقیه، همینجوری براشون میباره. بحثم اینه که این بازی های رسول خادم اصلا در حد رسول خادم نیست که بخواد، ولی گفتن آقا تو بیا شروع پیش پرده خون این بازی باشه و حالا شورای امنیت ملی، اصلا کلمه ملی به اینا نمیخوره که، شورای امنیت دولتی باید تصمیم میگیره که ورزشکارای ایرانی با کشتیگیرا و ورزشکاران اسرائیلی هر جا که از مسابقه بدن یا نه. من تاش به شما میگم بله، اگه این تابوی 40 ساله شکسته نشود که دمش گرم مسعود شجاعی شکوندش و دم تلویزیون پارس گرم با همین جهان ورزش
آقای شجاعی رو برگردون به تیم ملی. حالا از موضوع نیام بیرون، این قسمت اول داشته باشین. بریم رو شاکارهای دوم. ورزش وزنه برداری هم جز رشته، یعنی دو تا رشته ما داشتیم از روز اول ورزشمون. حالا هر چی بریم عقب تاریخ داشتیم، 70 سال پیشه، 80 سال پیشه، اگه بخوایم بگیم اولی مدال المپیک و الماسی آورد برای وزنه برداری، اگه اشتباه نکنم المپیک 1948 لندن بوده که اولین مدال اون رو کسب کردیم، تا به امروز کشتی و وزنه برداری دو رشته شاخص ورزش کشور ما بودن که مدال می آوردن. از زمانی که این رضازاده یه آبی رفت زیر پوستش، چون زمانی که اون موقع وزنه برداری میکرد، چون موقعی که اومد رئیس فدراسیون، تمام خلافا یه جور اومد تو وزنه برداری. یه زمانی که اومدن اون جوون استثنایی رو، اون نابغه وزنه برداری رو، علی حسینی رو نابود کردن پای این رضازاده. جوونی که اومده تو نوجوانان جهان و بزرگسالان مدالای طلا رو درو میکرد، به خاطر این آقای رضازاده اومدن فدراسیون اون زمان پاپوش واسش درست کردن، یه جوری یه جایی گذاشتنش کنار بی دلیل، یه جایی بالاخره آخرین حدش هم بود که اومدن دوپینگ اینو با رضازاده عوض کردن. اینو دیگه من نمیگم، اینو پدر علی حسینی تو ایران فریاد زده. اگه مسئله قانونی داشته میرفتن یقشو میگرفتن، اگه دروغ میگفته زندانیش میکردن، ولی هلال سیبیلی ردش کردن. فریاد میزد، گریه میکرد، پسر من آقا ناجام و مردانه محروم کردین. این نمونه ادرارش مار رضازاده بوده، ولی این بچه رو نزدیک به 8 سال محرومش کردن و بهترین سالهای عمرش رو تو محرومیت گذارم. خیلی سخته، خیلی سخته شما قهرمان جهان باشی بعد به یک جرم واهی و دروغی و بدونی کی کرده و زورت نرسه و خونه نشین بشی و الان برگردی بعد از 8 سال بازم دمش کرد به اون روحیه وزنه بذاری و بازم مدال طلا بگیری و بازم رکورد شکنی کنی. حالا اینو گفتم که فدراسیون وزنه برداری که علی مرادی به خاطر اینکه رفته جنگ، نمیدونم پاش آسیب دیده و به هر دلیلی، این دلیلی شده که رئیس فدراسیون وزنه برداری باشه. حالا زیاد من گناه رو به پایین نمیذارم، من به سیستم ورزش جمهوری اسلامی میذارم. فدراسیون جهانی وزنه برداری IWF گفته که به دلیل آمار دوپینگ بیش از حد وزن برداری ایران، ایران که نه جمهوری اسلامی، از 6 سهمیه که ما داشتیم، یعنی 6 ورزشکار ما میرفت بازی جهانی و المپیک، 6 تا امید مدال داشت، 6 تا رو کردن 5 تا، الان کردن 2 تا. ببینید چه فاجعه‌ای به اتفاق افتاده. از 6 وزنه‌بردار که ما میتونستیم بفرسیم، به خاطر حضور همچین رژیم نهض ضد ایرانی شد 5 تا، الان شده 2 تا. یعنی ما 2 تا وزنه بردار میتونیم بفرسیم. البته گفتم بانوان هم به همین دلیل 2 تا، اصلا بانوان اون که وزنه برداری نداری بیچارا، اونم که دارن فعلا در سطح محلات دارن برای خودشون میزنن، هنوز به مسابقات جهانی نرسیدن که بخوان مطرح باشن. خب این فاجعه کی با یقی کی رو باید گرفت؟ حالا یه سری رئیس دوزا خودشون دوره هم جمع میشن جلسه میکنن، انگار دست ایناست که حالا میدونم داد جلسه اینا چی میذاره، میشنن فکرهای نجستشون میذارن رو هم دیگه، حالا چه جوری بریم یه کادوی بدیم، یه زیرمیزی بدیم، یه جوری بالاخره اینا رو راضی کنیم، آقا آبرو بشه مثلا نره بشه از این فلان نشه، میزامون از اون نگیرن، حالا حداقل مثلا 2 تا رو بکنن 4 تا فرض. ببینید چه خبره.
همین سال فکر کنم 2009 بود در مسابقاتی که در چین برگزار شد، از 10 کشتیگیر 9 کشتیگیر ایران به جرم محرومیت دوپینگ محروم کردن. یعنی ننگی بالاتر از واسه یه ورزش یه کشوری که این بی پدر مادره غیر ایرانی حکومت میکنن. رضا زاده باز از همین بازی ها شد، زیر میزی بده و یواشکی ردش کن بود. یعنی مگه میشه 10 تا کشتیگیر برن 9 تاشون دوپینگی بشن یکیشون فقط نشه؟ همون یکی که اون بلا رو سر علی حسینی هم در بود، بعدش هم مدالش میده به ابوالفضل. حالا بدم چرا به ابوالفضل میده تو این همه امام که دست دارن که بره از اربابش سیدعلی و از این دوروبری ها چیز بگیره که بره اونجا. بعد اومده شد نماینده شورای شهر و بخور بخور و بگیر، گندش هم در اومد که. ولی خب میگم حکومتی که دست یه سده این شکلی اداره میشه تشم هم ایناست، اینم وزنه برداریم. حالا جالبه اتفاقاتی که افتاده، اولا من اشاره کنم که اگر یادتون باشه زمانی که آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال رفت ایران و روحانی هم دید، من به شما در همین جهان ورزش گفتم که رفته بود که یه پیامی به روحانی بده و پیامش این بود که، یعنی در واقع اینه میخواست بگه آقای اینفانتینو که دکونتون رو تخته کنید، به خصوص وقتی رفت و چیزهایی رو دید، چون رفت اونجا که به صورت سمبولیک یه کاری کنه، بازی استقلال پرسپولیس مثلا بره ببینه، یه تعدادی هم قرار بود با حضورش در استادیوم با خودش حتی ببره. خود آقای جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جهان یه تعداد خانوم رو با خودش ببره ورزشگاه، اجازه ندادن و آقای رئیس فدراسیون جهانی رو در واقع سپرایزش کردن. وقتی هم رفت نشست و بازی رو نگاه کرد با اون پوزخندایی که میزد ایتون باشه، اون ترق بازی و خلاف چیزایی که مقررات مسابقاتی که ترقه بندازی تو زمین و باعث آزار اذیت حریف بشه و اینا هم اتفاق افتاد که بازی تموم نشده بلند شد رفت. یه نامه داده برای آقای روحانی که در واقع خط نشون کشیده، گفته ببین پدر جون، تو رئیس جمهور جمهوری اسلامی هستی، اگر شما این چند تا نکته رو رعایت نکنید از طرف فدراسیون فوتبال جهانی با شما برخورد خواهد کرد. یک، مثلا همین حضور بانوانه، این دکوناتون تعطیل کنید، بانوان باید بیان. دو، این پول دولتی رو از فوتبالتون در بیارید، حساب کتاب بدین و شفاف به ما باید اعلام کنید، چون میدونه دیگه بالاخره امثال ماها کم نیستن این ورور بر اینا نامه بدن بگن اینا دارن چیکار میکنن، که آقا ما شما فوتبال حرفه‌ای از نظر فدراسیون فوتبال جهانی یعنی یک جایی که یه صنفیه که اون تجاری که تو اون صنف هستن باشگاهداری میکنن، یعنی سرمایه‌شون میذارن، سود و زیانشون با خودشونه، مثل همه باشگاه دیگه دنیا، نه یه جایی که هرچی پول میریزن رقم های اینجوری. یا در عرض 3 سال 4 سال ببین چه سیر سعودی رفت فوتبال. 4 سال پیش صحبت نمیدونم 100 میلیون تومن و 150 میلیون تومن به بازیکن بود، گفتم آقا خیلی زیاده، حالا یافی شده 1.5 میلیارد 2 میلیارد. این بخور بخور رو شما حساب کنید. اینا میکنم اینا که به عنوان سردار مرداره پابرنه ریختن تو فوتبال، تو ورزش اصلا همه چی رو تارمار کردن. بالاخره ایشون بهش اون اولتیماتوم داده که آقا جون جمعش کنید. اولتیماتومش هم کوتاست، نه اینکه حالا مثلا اینا فکر کنم میتونن باشه بازی کنن. از فصل آینده شما خواهید دید اگر اینا بمونن که نمیمونن، فوتبالشون باید با حضور زنان باشه. این بحث دولتی مالتی رو حالا ظاهرا هم شده باید تعطیل کنن. حالا اگه میذارن من تیم فوتبال من پرنده طلایی، اون ظاهرا یه کمپانی یه شرکت باید پول بده یه دولت مولتی رو باید جمعش کنن. به هر حال اینم خبری بود که در این رابطه
یه مطلب دیگه که شاید بد نباشه با تومنینه بهش نگاه کنی، یه زمانی افشین پیروانی شد سرپرست تیم ملی ایران و کنار آقای کیروش خیلی جان نثار هم بود. یه بعضی موقع تمام اونایی که با کیروش خوب نبودن خیلی با چیز چپ افتادن با پیروانی که آقا، ولی یه جایی یفه کیروش قطعش کرد، از تیم ملی گذاشتش کنار. اونایی که مخالف کیروش بودن با صدا رو انداختن که ای پیروانی اینا فلان کاپیتان تیم ملی یه ال بوده بر بوده فلان بوده. خب مدتی گذشت، حالا خبرها این گونه است که آقای پیروانی رو 5 سال از حضور در ورزش محروم میخوان بکنن به خاطر اینکه زمانی که سرپرست تیم ملی ایران بوده هم با اسپانسر تیم ملی زد و بند کرده پول گرفته، هم که از سهمیه بازیکنان تیم ملی یه مقدارش بنده خدا کم و زیاد کرده. الان هم البته کنار تیم پرسپولیس واسه به عنوان سرپرست اومد بیرحمانه جای محمود خردبین رو گرفت که محمود خردبین حداقل از نظر روحی به این پست نیازمند بود. محمود خردبین شناسنامه پرسپولیسه. محمود خردبین حضورش بسیار پررنگتر از علی پروینه. محمود خردبین وقتی همه شاهین اون موقع رفتن پرسپولیس و بعد از پرسپولیس به خاطر پول بیشتر رفتن پیکان، محمود خردبین پرسپولیس بود. و 2 سال تو پرسپولیس بازی کرد تا اینا از پیکان معاملهشون نشد دوباره همگی برگشتن پرسپولیس. یعنی سابقه محمود خردبین بسیار پر افتخارتر از علی پروین و سایر پرسپولیسی هست. و این پیرمردی که به عنوان سرپرست پرسپولیس این سالها بود جاشو دادن به آقای پیروانی، این هم از همین غلامان درگاه ولایت فقیه. الان چون گندش در اومد اینایی بچه های اهل مهر و تسبیح و نماز همه شون ماشاءالله یکی یکی خوش آب و رنگ از گل در میان. یه بری که کوتاه برداریم و برگردیم در خدمتتون هستیم. جالبه که خب یوسف پلنگ ایرانی در واقع تنها نوع پلنگی که تو دنیا وجود داره، هرچند این شکارچی ها و بیرحم ها به جون این پلنگ ها افتادن طول یک سال گذشته، چند قلاده از اینها رو شکار کردن، ولی به هر حال اینو به عنوان سمبل این که تنها نوع پلنگ جهانه گذاشتن روی پیرن تیم ملی. و اینا چون با سمبولای ملی اصلا ذائقهشون جور در نمیاد مثل خیلی چیزای دیگه دلش همچنین ناراحت من. حالا به هر حال اینو که از روی پیرنهای ایران ورداشتن، بعد یه پیرن بی کیفیت زیر پیرنی رو آویزون کردن به عنوان پیرن تیم ملی در جام جهانی که یوز پلنگ هم روش ورشن، چون شرکت آدیداس گفته به خاطر این توریایی که این پیرن داره و این روش میفته از این مزخرفات انگار پس پیرنهای قبلی دیواری بوده، حالا اینا توریه مثلا یه سری مزخرفاتی گفته اون آقایی که به صلاح رئیس بازاریابی و مدیریت مالی مثلا فدراسیونه مبینی نامی. بعدم گفته آره این پیرنا چون ما با آدیداس قراردادمون به این گونه بوده که شرطش این بوده که ما اگه بتونیم اینقدر بفروشیم اینقدر درآمد داریم، اگر اینقدر بفروشیم اینجوری، اگر اینقدر نفروشیم یه چیزی هم باید به آدیداس بدیم. یعنی اصلا تو دنیای این وقتی این خبر بخونن میخندن. یعنی زمان قدیم که انقدر فوتبال پول نبود توشون، این همه تبلیغات نبود، سال 1978 جام جهانی آرژانتین که ما برای اولین بار رفتیم، همین کمپانی آدیداس نه تنها تمام البسه تیم ملی ایران رو در جام جهانی بیمه کرده بود، به تعداد قابل توجهی
گرم کن و کفش و لباس و اندازه یه انبار داده بود، چون من خودم شاهدش بودم در اون انبار رو باز کردیم که خورد به انقلاب و تا زمانی که بعد از انقلاب شد و فدراسیون فوتبال اومد و بعد به هر حال در این انبار باز شد دیگه، پر از اون موقع زمان اون موقع هم ارزش داشت، مثل الان نبود که با کفش آدیداس و پوما و نایک و اینا اینجوری باشه، یه پوما بود که تازه کم نه اس آدیداسه بود که تاراج رفتونم تو انبار. حالا منظور میخوام بگم حالا که این همه پول اومده تو فوتبال، این شرکت های مثل آدیداس اینا همه جور آزارن خرج کنم برای تیمایی که به جام جهانی رسیدن، میگه تازه ما اگر نشه 30% هم باید به کمپانی آدیداس پول بدیم، یعنی درست قرارداد ترکمنچایه. نمیدونم چرا اینا هر جور هر کاری میکنن به نفع خودشونه به ضرر مردم ایرانه. این چون یه بحث طولانیه، حالا این آقای تاج هم اومده مثلا یه جور سرتش هم بیاره گفته نه اینجوری نیست، خودتو با این رئیس فدراسیون ببخش غلط میکنی که کسی که به عنوان نماینده شماست مسئول مدیر بازاریابیتونه اومده حرفی زده گفته آقا این اشتباه گفته، فارسیشو ترجمه میکنین؟ من تو ندیدم توی کشور فارسی همدیگر ترجمه کنن. به هر حال هفته اول اینجا تمام میکنیم، میریم یک بریک برمیداریم و برمیگردیم نیمه دوم در خدمت شما هستیم. طبق روال هر هفته میپردازیم به باشگاه های فوتبال اروپا، به خصوص الان که به هفته های پایانی نزدیکتر میشیم و میشه گفت هیجان بیشتر تای جدول هست و بالای جدول، چون تقریبا تو کشورهای فرانسه، اسپانیا، آلمان تا حدود ایتالیا و اسپانیا چهره قهرمان مشخص شده، ولی تیم هایی که برای بقا تلاش میکنن شگفت انگیزه. شاید بشه گفت شگفت انگیزتری هفته یک شنبه انگلستان بود، جایی که دو تیم صاحب نام آرسنال و منچستر یونایتد به میدان میرفتن. البته آرسنال تو ترکیب که قرار گرفته الان ششم جدوله، شاید برد مقابل نیوکاسل باعث میشد که خودش رو به نزدیکی چلسی برسونه و منچستر یونایتد هم که به مسافه وست برونویچ آلبیون میرفت که تای جدوله، یعنی آخرین تیم این فصله، میخواست منچستری ها تو زمین خودشون با امتیازی که میگیرن فاصله شون رو از بقیه رقبا بیشتر کنن و یه حاشیه امنیتی برای خودشون درست کنن که دومیشون مسجله. ولی جالبه که میگن همین فوتبال تمام زیباییاش به اینه که نمیشه نتایج رو پیش بینی کرد و هر لحظه حادثه ای اتفاقی پیش میاد و چیزی رقم میخوره که جزء شگفتیایی همین فوتبال دیگه. شما نگاه میکنید منچستر یونایتد با تمام ستارگانش و وست برونویچ آلبیون، تیمی که گفتم همه سقوطش رو به دسته پایین‌تر قطعی میدونن، حتی رو کاغذ هیچی بعید نیست، ولی اومدن مقابل تمام ستارگان منچستر یونایتد در خود زمین خانگی منچستر، اولد ترافورد منچستر، این تیم رو یک هیچ بردن و یه جوری میتونم بگم که مقتدرانه هم بردن. درست بود مالکیت توپ شاید بیشتر مال منچستر یونایتد بود، ولی فضایی که اونها خلق کردن و موقعیتایی که داشتن، وست برومیچ آلبیون شایستگی این برد رو داشتن و آرسنال که به هر حال الان خوش آماده میکنه، بیشتر زورش رو گذاشته برای باشگاه اروپا، جام یوفا، چون اونجا دو بازی داره، رفت و برگشت با آتلتیکو مادرید که بازی بسیار سختیه و ولی با هر حال نیروهاش یه مقدار ذخیره کرد و واسه هم نگاه میکردیم مقابل نیوکاسل، مسعود اوزیل نبود، آرون رمزی نبود، ویلچر نبود و
ولی نیاد بود که ببازه. ولی نیوکاسلیا شاگردان بنتیس اسپانیایی کاملا بازی رو خونده بود و توی بازی برتر، اون هم میتونم بگم درسته بازم مالکیت توپ 70% ماره چلسی بود، ماره آرسنال بود، ولی آمار ارقامی که رو کاغذ تا زیاد شده چیزی رو تو نتیجه عوض نمی کنه. وقتی میبینیم که مثلا آرسنالیا یه چیز حدود 300 پاس میدن ولی نیوکاسلیا به عنوان مثال 120 پاس میدن، این دلیل برنده بودن اون بازی نیست، این در واقع آنالیز بازی است که تا دیگه کارشناسان مفسری میکنن و این برآوردها برآوردهای در واقع آماریه که مثلا یه تیمی چند بار خلق موقعیت میکنه برای زدن گل، چند تا کورنر به دست میاره، چند تا خطا پشتی چقدر به دست میاره، چقدر مالکیت توپ داره، همه اینا وقتی جمعش میکنی نهایتا میبینی میشه بازی منچستر یونایتد و وست برومیچ آلبیون. همه آمارا مال منچستر یونایتد بوده ولی تاش که نگاه میکنی سه امتیاز و اونا برشن رو بردن و به فوتبال زیبا متاسفانه امتیاز نمیدن. آنچه که مهمه بعد از دقیقه 90 داور که سوت رو میزنه یا هر دقیقه وقت اضافه و غیره، نتیجه که اعلام میشه حتما نباید بر اساس حق اون تیم برنده یا بازنده باشه، حالا بازنده بیشتر. به هر حال از بازی مهم دیگه که خب به هر حال میتونست برای این چهار تا تیمی که میخوان اول قرار بگیرن، چلسی توی یه بازی بسیار سخت ساوثهامپتون رو برد در حالی که 2-0 عقب بود، به هر حال موفق شد 3-0 بازی رو ببره. به خصوص ژیرو بازیکنی که از آرسنال با هیاهو اومد چلسی و اینجا کماکان همون شکل آرسنال به خوش گرفت، نیمکت نشین شد و دقایقی که کمی که اومد بزنمی 2 گل تونست بزنه برای چلسی و یه برد بسیار شیرین رو برای چلسی ها خلق کنه که چلسی هایی ذره امیدوار شدن شاید خودشون به تیم چهارم جدول برسونن، جایی که الان تاتنهام این هفته مقابل منچستر سیتی بازی رو واگذار کرد 3-1 در لندن و تاتنهام که به تیمی بسیار خوش قد و قواره و خوش فرم تا اینجا ظاهر شده بودن و فکر میکردن میتونن دنباله شگفتی ها رو منچستر سیتی اضافه کنن، چون چند هفته گذشته منچستر سیتی چند بازی رو شکست خورده بود و تاتنهام ها میخواستن یه رقم دیگه به شکست های شاگردان گواردیولا اضافه کنن، ولی خب گواردیولا هم برای اینکه حاشیه امنیت بیشتری برای قهرمانیش حفظ کنه با توپ پر اومده بودن و 3-1 بازی رو بردن و با توجه به بازی که منچستر یونایتد واگذار کرد یک پیروزیشون قطعی شد و قهرمانی رو به دست آوردن، چون فاصله امتیازشون یه طوری بود که اگر احتمالاً 5 هفته آینده رو همه رو منچستر سیتی میباخت، همه رو منچستر یونایتد میبرد، همش اتفاقات، خب ممکن بود منچستر یونایتد قهرمان شه، ولی منچستر با باختی که مال مقابل وست برومیچ آلبیون آورد و گواردیولا تونست تاتنهام رو شکست بده، دیگه قهرمانیشون مسجل شد و 5 هفته قبل از پایان مسابقات تاج قهرمانی رو بر سر نهادن. دیگه شاید زیاد لازم نباشه به جدول نگاهی کنیم ولی برای علاقه‌مندان بگیم که الان هفته 33 یعنی 5 هفته دیگه مونده، منچستر سیتی با 87 امتیاز صدر جدول با 33 بازی، البته منچستر یونایتد با همین تعداد بازی 71 امتیاز داره، لیورپول با 1 بازی بیشتر 70 امتیاز داره، تاتنهام با 33 بازی 67 امتیاز داره، یعنی یه بازی کمتر از لیورپول کرده، اگه یه بازیش بازی بکنه و ببره با لیورپول هر دو 70 امتیازی میشن و دو قلو میچسن و همدیگه، حالا ممکنه گلاوراج، یعنی ممکنه نه گلاوراج لیورپول بهتره، لیورپول سوم میشه، تاتنهام چهارم با امتیاز مشترک. بعد به چلسی میرسیم که خب یه مقدار فاصله شو زیاد کرد،
الان 60 امتیاز داره و بعید میدونم خودش بتونه به 4 تا تیم اول برسونه، و با اینکه 5 هفته مونده تقریبا میشه گفت منچستر سیتی، منچستر یونایتد، لیورپول و تاتنهام 4 تیمی هستن که سال آینده در باشگاه های قهرمانان اروپا بازی میکنن و چلسی باید بره مسیر رو که امسال آرسنال رفت، یعنی جام یوفا بازی کنه. اگر آرسنال جام یوفا رو ببره که مستقیما میاد تو جام قهرمانان اروپا بازی میکنه، کاری که پارسال منچستر یونایتد کرد. منچستر یونایتد همین وضعیت آرسنال داشت، وقتی فهمید مورینهو که جز 4 تا تیم قرار نمیگیره و سال قبلش هم موفق نبودن جز 4 تا، زمانی که فان خال مربی منچستر یونایتد بود جز 4 تا قرار نگرفتن و مجبور شدن برن جام یوفا بازی کنن که فان خال عوض شد و مورینهو اومد. مورینهو وقتی فهمید که دیگه زورش نمیرسه جز 4 تا باشه، رفت فشارش رو گذاشت جام یوفا و به هر حال تونست سال گذشته قهرمان جام یوفا شه و امسال مستقیما اومدن جام باشگاه اروپا، هرچند در نهایت مقابل سوویا از اسپانیا تو مرحله حذفی شکست خوردن و به جایی نرسن. الان آرسنال هم همین مسیر رو داره میره که بتونه در جام یوفا برنده بشه، ولی خب با وضعیت فعلی آرسنال و حضور تیمی مثل فعلا مرحله قبل از نهایی آتلتیکو مادرید، شاگردان سیمونز آرژانتینی، تیم بسیار قدر و یک دستی درست کرده، حتی در باشگاه اسپانیا هم بالاتر از رئال مادرید قرار گرفته و بازی رو باید بیشتر رفت پایین نگاه کرد، جایی که الان وست برومیچ آلبیون، استوک سیتی، ساوثهامپتون، سانسی، کریستال پالاس، وستهم، هادرسفیلد، برایتون، واتفورد، بورموث، اینا هیچ کدوم حاشیه امنیتی ندارن، چون تو این 5 هفته میتونه نتایج عجیب غریب به وجود بیاد. همونجوری که مثلا وست برومیچ آلبیون 3 امتیاز از اولترافورد از من یونایتد گرفته و الان اومده به فاصله 3 امتیازی استوک سیتی، با اینکه یه بازی هم بیشتر کرده البته وست برومیچ آلبیون، و فاصله امتیازها یه جوری که با یه برد دو برد شما یه به 6 7 پله بالا پای میشید. بعد منتظر بود دیگه، بعد منتظر بود دید که اشک و لبخندهای آخر فصل نصیب کدوم تیم میشه و زیبایی فوتبال در همینه دیگه. بالاخره 3 تا از این تیم ها سقوط میکنن و 3 تیم جدید از دسته یک باشگاه انگلیس به مرحله بعدی میاد که هفته آینده میتونیم به درباره باشگاه دسته یک انگلیس هم صحبت کنیم. میریم یه بریک ور میداریم و سری به بازی های لالیگای اسپانیا میزنیم. به باشگاه اسپانیا میرسیم. همونطور که گفتم الان رقابت شدید بین تیم‌های بالای جدولی است برای حضور در جام باشگاه‌های اروپا. بارسلونا که گفتم تقریبا بار خودش رو بسته، با توجه که اصلا غیر قابل پیش‌بینی بود که در باشگاه‌های اروپا همچین اتفاقی بیفته و تیمی که میره مثل بارسلونا با ستارگانی مثل سوارز و مسی میرن تو زمین روم، روم رو شکست میدن 4-1، یعنی دیگه متکا زیر سر تمام تماشاگرای بارسلونیه و با خیال راحت خودشون تو مرحله دوم میدن، چون وقتی تیم حریفو تو زمینش 4-1 شکست میدی، برگشتش تو نیو کمپ زمین بارسلونا با 90 هزار تماشاگر یعنی جهنمی برای رومی ها. ولی رومی ها واقعا مثل گلادیاتور های شجاع اومدن و کاری کردن کارستون و با 3 گل بارسلونا شکست دادن و با توجه به بازی رفت که 4-1 شده بود، عملا 7 بر
شیش با هر حال نمیدونم بازی بردن دیگه و بارسلونا رو در کمال ناباوری اوت کردن. خب این ممکنه یه ذره روحی تو بارسلونا اثر بد بوده، چون اینا خودشون آماده کردن برای قهرمانی در تمام جام ها و این باخت باخت تلخی بود برای شاگردان والورده که در فصل اولش اومده بود که تمام چراغای خاموش غرور افتخار بارسلونا با همه رو با هم روشن کنه، ولی متاسفانه فعلا یه خونش رو نتونست و از جام باشگاه اروپا خداحافظی کرد. حالا میمونه جام باشگاه‌های جهان، باشگاه‌های هستی که بتونن برخ... حالا این هفته رفت مقابله یه تیمی به هر حال قدر قرار گرفته، باشگاه اسپانیا هم مقابل والنسیا قرار میگرفت، والنسیا که خوش مکان چهارم جدوله و داره تلاش میکنه که خوش برسونه به بالاتر یا حداقل امتیاز ذخیره کنه، از چهارم پایینتر نیاد که بتونه توی مسابقات باشگاه اروپا حضور داشته باشه، چون خیلی مهمه دیگه. چهارم پنجم شدن، پنجم میری یوفا بازی میکنی، چهارم میای باشگاه اروپا بازی میکنی. اگه بخوایم حالا فرسوار به نتایج بازی اسپانیا بپردازیم، در مهمترین بازی ها همین بارسلونا و والنسیا بود که بارسلونا 2-1 والنسیا رو شکست داد و کماکان در صدر جدول واساد. آتلتیکو مادرید گفتم تیم بسیار روپا و آماده ای، الان لوانتا رو 3-0 شکست داد که نشون بده خط نشون کشیده هم برای باشگاه اروپا جام یوفا هم برای اسپانیا، با اینکه چند هفته مونده مدعی که شاید بتونه فاصلهشو با بارسلون کم کنه. رئال مادرید در زمین مالاگا 2-1 به سختی پیروز شد و همه شما دیدین دیگه، حالا من همینجوری فقط برای یادآوری میگم، بازم از اون بازی‌های عجیب غریب بود. یعنی ایتالیایی‌ها تو این دو شب می‌خواستن معجزه کنن تو فوتبال، قدم اولشون کردن، روم بارسلونا هست کرد، در قدم دوم رئال مادرید که رفته بود در زمین تورین یوونتوس، یوونتوس رو 3-0 شکست داده بود، اومده بودن که در برنابو در واقع بازی بسیار ساده و تمرینی داشته باشن دیگه، 3-0 اونجا برده بودن و اینجا میخواستن احتمال قوی با یکی دو تا گل بازی رو ببرن و مثلا حتی خودشون خسته نکنن برای بازی بعد که مقابل مالاگاست. ولی بوفن کاپیتان اسطوره یوونتوس که تیم رهبری میکرد به عنوان کاپیتان، کاری کردن کارستون، یعنی بلای سر رالیا آوردن که رالیا هر لحظه حسد خودشون رو میدیدن و 90 هزار تماشاگر در سکوت مطلق بعضی موقع به قول خودشون به رئالیا میگن قوهای سفید، دیدیم از اونها قوها تو آب را میرن سرشون میکنن تو آب، در واقع رئالیا اینجوری سرشون پایین بود. ولی خب فوتبال و همین حوادثش دیگه، تو وقت اضافه تو اون 3 دقیقه که یا 4 دقیقه که داور وقت اضافه گرفت، تو ثانیه آخرش سر یه سهلنگاری بن عطیه مدافع یوونتوس خطا کرد و داور اعلام پنالتی کرد. بعد از اون خب طبیعی البته تون شرطی که یه تیم قرار میگیره واقعا در اوج فوتبال دنیاست، خیلی سخته آدم وقت خیلی ساده بشینه از تلویزیون نگاه کنه و اصلا میگه خب باید اینجوری شد، نه دیگه، تیمی که همه رویاهاشو دیده اومده رئال مادرید 3-0 فرده و داره ثانیه آخر میگذرونه که وقت اضافه بشه و تو وقت اضافه با توجه به داشتن گلری مثل بوفن اینا فکرشون بود که تو پنالتی ها شانس بیشتری دارن برای شکست رئالیا و درست لحظه های آخر داور سوت پنالتی میزنه و عکس العمل ها به خصوص بوفن، بوفنی که دیگه داره سال آخر فوتبالشو میگذرونه و اسطوره ایست در جهان فوتبال، متاسفانه یه مقدار بیش از اندازه کنترل شاید دست داد و حرفایی که به زمان آورد به نظر من شایسته شخصیتی مثل بوفن نبود
که به داور توهین کنه، به داور بگه مثلا این باید با زنش مثلا سیب زمینی بخرن برن رو سکوها بشینن بازی رو تماشا کنن، توی سینه این داور به جای قلب سطل آشغال، یه جور کلمات این گونه، و حتما حرفای تندتری هم به داور زد که داور بوفن رو اخراج کرد. و خروج بوفن در این لحظه از بازی که به عنوان کاپیتان مسئولیت داشت و تازه تیم آروم میکرد، تیم رو جمع جور میکرد و این شانس هم میداد به تیمش که خب اگر قرار پنالتی بشه، بوفن خودش به عنوان یکی از بهترین دروازه‌بان جهان تو مهار پنالتیه، ولی این شانس هم تیمش گرفت با اخراج خودش و دروازه‌بانی که جانشینش شد مسلما یه دروازه‌بانی هنوز فرصت انقدر نداره خودش حتی خوب گرم کنه و میاد مغول یه ضربه میسته احتمال گرفتن اون ضربه، اونم وقتی رونالدو مقابل قرار داره ساده نیست و رونالدو هم با یک ضربه حساب شده و دقیق توپ رو به گل تبدیل کرد و رئال رو از این جهنم نجات داد. واقعا رئالی از جهنم پریدن و رفتن جز چهار تیم باشگاه اروپا. به هر حال بازی رو همینجوری بخوام نگاه کنیم، همونطور که گفتم مالاگا و رئال مادرید، مالاگا موفق شد رئال مادرید موفق شد مالاگا رو ببره، خطافه با اسپانیول شکست خورد، اتلتیکو مادرید که 3-0 برد لوانتا رو و بارسلون هم که والنسیا رو برد. و به طور کل جدول الان این گونه است که از 32 بازی 82 امتیاز ما رئال مادریده، آتلتیکو مادرید با همین تعداد بازی 71 امتیاز داره، یعنی 11 امتیاز فاصلهش با بارسلونه. رئال مادرید تونست با شکست والنسیا برد خودش رو برسونه به سوم جدول، 67 امتیاز داره که می‌بینید که فاصلهش میشه 15 امتیاز با رئال مادرید. والنسیا با همون تعداد بازی 65 امتیاز داره و بتیس 52 امتیاز، یعنی عملا 4 تا تیم اول همینا خواهند مون، بارسلونا و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید و والنسیا. حالا اگه اینا یه ذره بالا پایین شن بین اول تا چهارمی ممکنه، ولی دیگه بعید بتیس بتونه با اختلاف 4 امتیاز که 13 امتیاز با والنسیا داره خوش جزء 4 تا برسونه. به هر حال سرزمین ماتادورا که همقدر که گاوبازیش معروف فوتبالش هم در جهان جزء فوتبال درجه یک مسلوب میشه، هفته‌های پایانیش رو سپری میکنه که شاید هفته آینده فرصت کنیم یه آنالیزی روی چگونه یه تیم قهرمان میشه و چه چیزایی کمکش میکنه با هم صحبت کنیم. باز یه بریک برمیداریم میایم درباره باشگاه آلمان صحبت خواهیم کرد. باشگاه آلمان در واقع بازم یه روز سرنوشت ساز بود برای تعیین قهرمانی. بایر مونیخ نیازمند بود که اگر بازیشو ببره تقریبا قهرمانیشو مسجل میکنه و با 30 بازی و 72 امتیاز داشت، منتظر 3 امتیازی بود که اگر به دست بیاره تاج قهرمانی رو بستر میذاره و بقیه بازی ها یه خیلی توی قهرمانیش مؤثر واقع نمیشه، چون 34 تا بازی باید بکنن، یعنی 4 بازی دیگه 12 امتیاز بیشتر توش نیست و اون 12 امتیاز رو اگر این هفته بایر مونیخ میبرد دیگه 4 هفته بعد و اگه حتی همه بازیاش هم ببازه حریفاش همه رو هم ببرن دیگه فرقی نمیکنه. به هر حال بایر مونیخ مهمان موشن گلادباخ بود، شاگردان هانس که اول فصل یعنی وقتی اومد جای آنجلوتی به عنوان مربی موقت، چون هانس کارنامهش با بایر مونیخ طلایی تموم شده بود و مثل فرگوسن از فوتبال خداحافظی کرد که بعد گواردیولا اومد، بعد آنجلوتی اومد و آنجلوتی چون نتیجه خوبی نگرفت و رفتن دست به دامن یوپ هانس شدن که برش گردونن و پیرمرد دوباره برگشت و واقعا اسطوره‌وار تیم رو جلو برد.
جام هستی آلمان، جام قهرمانی آلمان، جام باشگاه اروپا که جز 4 تا تا حالا فعلا اومدن و حریف رئال مادرید شدن. و الان که 4 هفته قبل از پایان مسابقات قهرمانی رو به دست آوردن. بالاخره مونشنگلادباخ رو در یک بازی پرگل 5-1 در هم کوبیدن و همینطور که گفتم با این برد قطعی شد قهرمانیشون، 75 امتیازی شدن و دیگه خیالشون راحت شد که تیم بعدی که مثلا 55 امتیاز داره 20 امتیاز اختلاف شد و دیگه شالکه فقط امیدواره که دوم بمونه. خود شالکه به مسافه دورتموند میرفت که برای بازی سنگینی بود، اونم موفق شد دورتموند رو 2-1 ببره. وردر برمن که بین تیمای چهارم با پنجم جدوله اومده بود، به مذر ما لایپزیگ که بعضی جا ها میزن لایپزیگ، شینشنه هم برای چی میزن، اشهر معروفه تو آلمان، اون زمان آلمان غربی و شرقی، آلمان شرقی حساب میشد لایپزیگ. لایپزیگ خیلی معروف بود، مثلا تیم فوتبالی هم به همین اسم کمیل لایپزیگ. و یکی کارشون تموم کردن، اشتوتگارت با هانوفر 1-1 کردن، بایر لورکوزن 4 گل به فرانکفورت زد، هافنهایم 2-0 هامبورگ رو برد، هرتا برلین 2-1 کلن رو برد، شالکم که گفتم. و کلن نتایج این بازی ها باعث شد که جدول با 30 بازی به این شکل در بیاد. بایر مونیخ با 30 بازی 75 امتیاز، شالکه با همین تعداد بازی 55 امتیاز، بایر لورکوزان 51 امتیاز، دورتموند 51 امتیاز، لایپزیگ 47 امتیاز. و تلاش این تیم‌ها برای اینکه جزء تیم‌هایی بمونن که بیان برای فصل بعد جام قهرمانان اروپا جدالی بسیار نزدیکه. و تیم‌های تای جدول هم که هامبورگ و کلن تیم‌های صاحب نامی هستند که فعلا تای جدولن و اینا رو واگذار میکنیم به اصطلاح به نگاهی بیشتری به وضعیت و شرایطشون تو برنامه های آینده. و فراموش نکنیم فردا شب ساعت 9:30 به وقت لندن، 10:30 به وقت اروپا، بقیه دیگه خودون کشور دیگه حساب کنین، در خدمت شما خواهیم بود. شما رو به خدای ایران میسپارم، شاد و سرفراز باشید.